سلام و درود دوستان به نهمین برنامه از سلسله برنامه های جریان شناسی شعر مشروطیت افغانستان خوش آمدید. شعر از عبدالرحمن لودین روی دست است. باید مکاتب بیشمار گردد معارف بیشتر، تا علم و فن یابد مقر در قلب اولاد وطن. اندر وطن از مکتبی حاصل نگردد مطلبی، اندر وطن از مکتبی حاصل نگردد مطلبی. کی میتوان از یک لبی الفاظ شیرین آمدن؟ صدها مکاتب در بلد از بحر میلیونها ولد، تا روح حریت دمد در چشمشان چون جان و تن، یا چون جان و تن. توجه میکنین اینها را در راستای پاگیری جریان های روشنفکری و تعمیم سواد و تقویت ایجاد مکاتب و نهادهای مدرن اون روزگاری است که در غرب وجود داشته، مثل مدارس و مکاتب، دانشگاه ها، کلینیک ها، همینطور ایستگاه ها، خطوط آهن و بسا موارد دیگری که ارائه اونا ملال آور میشه. آخرین شعر از عبدالعلی مستغنی را میخوانم. راه پیما تا کجا خواهی شدن با پای لنگ، دیگران با ریل و موتر برق جولان اینچونیم. ما همه بی دست و پا منزل سراسر سنگلاخ، ما همه گم کرده راهان و بیابان اینچونیم. آن که در اول تغافل کرد از بس کسب و کمال، احتیاج غیر می گردد به پایان اینچونیم. دست بین غیر باشی تا بکی در نوش و پوش، اینچونین باشند آره بی کمالان اینچونیم. توجه میکنین که یک نوع سرزنش خود هست و سرزنش کسانی که برای در واقع پیشرفت مانع ایجاد کردند، یا دست کم آشنایی با مظاهر زندگی و تمدن غرب ندارند. ما عرض کردیم که در این مرحله ما عبور میکنیم از ادبیات عروضی و سنتی عرب و آشنا میشیم با ادبیات غرب. ادبیات غرب مبنایش با شتاب هست، با ماشین هست، با مثل سرعت هواپیما و موتر، ولی سنت کلاسیک ما بسیار استا هست. هر باوری میتونه 1400 سال چی داشته باشه، مثلا استحکام و بنیاد سنگی و غیر قابل تغییر، اما در گرایش به غرب همه چیز به سمت یک بار مصرفی، شتاب و روزمرگی میره. در واقع اینها هرچند با این برداشت یا با این تحلیل شعر نسرودن، اما دست کم اون مظاهر زندگی غرب اینها را فریفت و همین گونه شعر غربی هم که در این راستا کارهای ارزشمندی کرده بود و با ترجمه ها از ادبیات همجوار ما مثل ادبیات ترکیه و ادبیات هند در زمانی که صحبت میکنیم کاملا تاگور به اوج خودش رسیده، و مثلا کسی به نام محمد حسین جنگ نامه می سرایه در عین حال ترجمه میکنه از شعرهای جدیدی که در هند رواج داره و مردم پسند هستن و مشروط خواهانه هستن، یا دست کم چی هستن، بیدارگر هستن. حالا هند به شکل ما مشروطیت تجربه نکرده، اگر مشروطیت خواهانه نبودن در واقع متمدنانه بودن. این شعرها کاملا در ادبیات ما ترجمه میشه در اون دوران. بنابراین چون در ختم برنامه هستیم، خلاص کلام، پیام این شعرها و جانمایه این شعرها یک نوع اعتراض و گذشتن از سنت ملال آوری که در واقع با سبک هندی و با تقلید از سبک هندی در پیچیدگی کاملا به ابتذال گراییده بود پیش از این، و جنگنامه سرایی هایی که مثل اکبرنامه و اینها هیچ مورد استقبال مردم قرار نمی گرفت. مورد دیگر موضوع اصلاح طلبی بود. همین گونه فریاد کردن از عقب مانی، چون با آشنایی با غرب عقب مانی
ادبیات فارسی کاملا مشهود شده بود نزد این بزرگواران. و با وجود تمام ضعف هایی که در شعر هست، با وجودی که اینها در واقع شعر ابزاری فکر میکنن و یک نوع فریاد فکر میکنن برای بیداری خوابیده ها، باز هم ارزش های خودش را داره که ما میتونیم بگوییم یک نوع ادبیات باز هم جایگاه و موقعیت خودش را حفظ میکنه، چون یک پیام ادبیات هم در واقع همین بیداری هست، چه بخوایم چه نخوایم. هرچند در عصر ما بیشتر ما لذت را از ادبیات چاق و فربه نشان میدیم، اما در اون عصر کارکرد ادبیات آگاهی دهی است و این از این لحاظ موقعیت ادبیات کاملا درست است و در مسیر خودش در حرکت.